واقعا توی سیستم ما 5000 دلار در ماه یا 10000 دلار در ماه شاید برای خیلی از آدمایی که موفق شدن جوک باشه، یعنی خیلی خیلی بیشتر از این میشه در آورد. پتانسیل این بیزینس اونقدر زیاده که هر عدد و رقمی که افراد فکرشو بکنن میشه ازش در آورد. عزیزانی که حالا منو دنبال میکنن توی پلتفرم‌های دیگه، خیلی من پیام دارم از ترکیه که دوست دارن جوین بشن، میخوام که در واقع منتورینگشون رو بسپارم به شما. کوچینگشون رو خودم به عهده میگیرم، ولی منتورینگشون عزیزانی که از ترکیه هستن دیگه همش شما منتورینگشون رو به عهده داشته باشین. و اینکه حالا بهتره که حالا خودتون رو معرفی کنین، کسایی که ویدیو رو میبینن بدونن قراره چه کسی، چه افرادی به شما و خانمتون منتورینگشون رو به عهده داشته باشین. بفرمایید. سپیدم، تازه چند روز دیگه 35 ساله میشم. بله، مرسی. و من توی ایران کارم مربی شنا بود، اینجام تقریبا نزدیک 4 سال مهاجرت کردیم و ما خوردیم به اینجا دوران کرونا که چیکار کنیم چیکار نکنیم. من وارد حوزه ملک شدم. حالا چه اجاره، چه واسه خرید و فروش و چه جا به جای پول در این حوزه کار میکردم. و اینکه دوست داشتیم که خودمونم، چون ایشون اینجا کار ادیت انجام میدادن و ادیت به صورت حرفه‌ای انجام میدادن، و من تصمیم گرفتم چرا که نه، حالا که ایشون ادیت بلدن، من مثلا یه کانالی واسه خودم داشته باشم. که سعی میکردیم که یعنی غیر از کاری که ایشون بیرون کار ادیت انجام میداد، منم مک یه پیجی هم داشته باشیم. به این خاطر ناآشنا نیستیم با مدیا و سوشال مدیا و ادیت کردن. شما یه جورایی مثل خود من همه فن حریفین، رفتین تو دیگه حوزه ها. دقیقاً. حالا بخش اینترتینمنت ویدیوهای شما رو که میبینم نمیفهمم چجوری زمان گذشت از این آشپزی و نمیدونم جیم که میرین و این چیزا فیلم میگیرین، خیلی جالبه برام. محمد همین بگو که کجا میتونن تو رو پیدا کنن، به چه اسمی؟ محمد و سپید، فکر میکنم محمد ان سپیدی همچین چیزی. سپیدنراده. ما سپیدنراد هستیم، همه شبکه‌های اجتماعی سپیدنرادیم. من دیگه توی 3 سال و نیمی که دارم بیزینس رو انجام میدم آدم شناسیم خیلی خوب شده، و کسایی که مثلا میان پیام میدن از همین جمله اول قشنگ میفهمم که مثلا این طرف چه جور آدمیه. من خودم از ویدیوهای شما، از شخصیت شما انرژی خیلی خوب میگیرم. منم از شما خیلی انرژی خوب میگیرم. شبیه دختر دایم هستی، یعنی دختر دایم یه بعض خودتون نباشه، خانم مهربون، خیلی دوستشون دارن. هر وقت محمد وایس شما رو تو خونه پلی میکنه میگیم وای مهنازه، بعد دیگه یه احساس نزدیکی اصلا باهاتون دارم. خیلی ممنون، منم همینطور. چقدر جالب، من آدمی که شبیه خودم باشه تا حالا ندیدم. حالا بعد عکسشو برام بفرست. حتما میفرستم. توی مدتی که این بیزینس رو شروع کردین دیجیتال مارکتینگ کار کردین تا این لحظه یا نه؟ سابقه قبلی آره نداشتیم. البته من یه توضیح بدم، آمازون خیلی‌ها دارن ازش پول میسازن، من خودم هم یکی از بستدارای آمازون بودم، خیلی میشه ازش پول درآورد، ولی دلیل اینکه خود من حالا کویت کردم و واگذار کردم در واقع بیزینسمو این بود که خیلی از من تایم میگرفت، خیلی خیلی زیاد، استرسش زیاد بود، فضای رقابتی خیلی شدیدی درش حاکم بود، سرمایه گذاری که باید انجام میدادم هر چند وقت یه بار هی باید مجدد هی افزایشش میدادم، و میگم اون فضای رقابتیه آدم رو دیوونه میکرد، یعنی همش باید بالا سر بیزینست وای میستادی. مثل این در واقع دیجیتال مارکتینگ که ما داریم انجام میدیم، خب 90% تقریبا اتوماتد پیش میره، اون اینجوری نبود. و پیش خودم فکر کردم خب من چه کاریه، اومدم یه کار دیگه ای رو در کنار حرفه اصلیم که early childhood education، من موقع به عنوان educator کار میکردم تمام وقت، اونو شروع کرده بودم که خب یه درآمد اضافه تری داشته باشه که بتونم ساعتهای کاریمو کم بکنم، ولی دیگه روز
کار تخصصی ما انجام میدادم، شبم تا صبح آمازون رو انجام میدادم. یعنی یه ریویو منفی من میگرفتم یا از آمازون مسیج دریافت کردم، هیچی دیگه، تمام پر از استرس میشدم و کار واقعا راحتی نیست. سختیه. خیلی سخته، خیلی سخته، ولی خیلی خوب دارن ازش پول درمیارن. میشه فضای خیلی خوبی داره برای کسایی که اهل خیلی رقابت هستن و فولادینن. ولی تو سیستم حالا دیجیتال مارکتینگ که داریم انجام میدی، تولید محتوا هست ولی نه در رابطه با پروداکت خاصی، خیلی با روحیات من و خیلی های دیگه بیشتر سازگاره. تو فروش خیلی کار سختیه واقعا، واسه هر کسی انگار ساخته نشده، انگار باید تو ذات آدم باشه فروش. حالا ما هم تو سیستممون فروش داریم ولی به صورت غیر مستقیم، و در حالی که همچنان چون کمپانی که ما داریم باشون کار میکنیم 50 ساله که ران هستش، 50 ساله که داره کار میکنه، یه سری فروشنده داره که به صورت همچنان کلاسیک دارن کار میکنن، خود کالاها رو معرفی میکنن، ولی در حالی که اونا مثلا شاید در ماه چه میدونم 5 تا کالا بفروشن، ما از طریق این سیستم 100 تا کالا داریم میفروشیم. و خود من چون آخر هر سال ما تکس اسلیپ دریافت میکنیم از کمپانی که مشخص میکنه که شما مثلا میزان درآمدتون، میزان فروشتون چقدر بوده، و واقعا بر من باور کردنی نیست. من چند روز پیش دریافت کردم، اینجا بهش تو کانادا میگن T4، T4مو که گرفتم اصلا داشتم شاخ در میآوردم، یعنی این همه رو من فروختم. خلاصه که اصلا قابل حالا تجربتون از این چند وقتی که استارت زدین یا که چیزی دارین اضافه کنین؟ من یه ذره واسه شروع ها بالاخره به عنوان یه انسان یه نگرانیایی دارم که یعنی فکر میکنم طبیعیه، یه سری استرس ها نگرانی ها دارم که چی میشه زودتر به اون درآمد برسم، فکر میکنم طبیعیه. ولی این بازخوردایی هم که از ویدیو میبینم، مخصوصا اونایی که برای بیزینسه، خیلی متعجب میشم و باعث میشه که امیدوارتر بشم و راحتتر و بهتر هر روز صبح، یعنی انگیزه بگیرم که محکمتر قدم بذارم تو این راه. ولی میگم یه کوچولو هنوز اون استرسای شروع کار رو دارم. حالا ما این ویدیو رو اینجوری سیو میکنیم، یه روزی شاید بگم آه چه استرس علکی داشتم تموم شد رفتم. خب امیدوارم که اینجوری باشه. ماهای اول چون افراد آندر ترینینگ هستن خب یه ذره کارتون بیشتره، ولی بعدش دیگه میفته رو سراشیبی و خودش پیش میره. من دیروز یه مسیجی دریافت کردم، یه آقایی از توی اینستاگرام از من پرسیده بود، یعنی واقعا میشه از این سیستم ماهی فقط مثلا $5,000 در آورد؟ و پاسخی که من دادم این بود که شما وقتی که میرین جیم انتظار دارین که حالا یا لاغر بشین یا خوشفرم بشین، مبلغ ممبرشیپ رو شما پرداخت میکنین و حالا یه ترینر هم به شما یه برنامه میده که باش ورزش بکنین یا یه رژیم غذایی به شما میده، ولی وقتی که وارد جیم میشین این شما این که تصمیم میگیرین که همه اون مسیر رو انجام بدین، حالا اون طرف اون ترینر هم کنارتون هست، اون کوچ در کنارتون هست، راهنماییتون میکنه، یا این که نه برین پشت یه دستگاه بشینین گوشیتون رو بردارین و شروع کنین فیلم دیدن. دقیقا تو بیزنس ما هم به همین ترتیبه، ما همه مسیر رو قدم به قدم در کنار افرادی که جوین میشن هستیم، ممبرشیپ رو پرداخت میکنن، وارد میشن، سرمایه گذاری میکنن، مسیر رو را بهشون نشون میدیم، ترینینگ ها همه آماده است، یعنی ای تا زدش مشخصه که باید چی کار کنن. واقعا توی سیستم ما $5,000 در ماه یا $10,000 در ماه شاید برای خیلی از آدمایی که موفق شدن جوک باشه، یعنی خیلی خیلی بیشتر از این میشه در آورد. پتانسیل این بیزنس اونقدر زیاده که هر عدد و رقمی که افراد فکرشو بکنن میشه ازش در آورد، میشه ازش انتظار داشت. دو تا گروه پرایوت داریم، یکی از گروه ها عزیزانی هستن که توی گروه من هستن، حالا هم فارسی زبان هم غیر فارسی زبان، که فقط توی اون گروه درآمدشون رو و تجربهشون رو شیر میکنن. وقتی که درآمدشون رو شیر میکنن باورشون نمیشه که دارن افراد توی این سیستم انقدر درآمد
جذب میکنن. سیستم ما پروونس سیستمه، یعنی اینجوری نیست که آزمون و خطا باشه. خیلی ها نتیجه گرفتن و هر کسی هم که وارد میشه و بهش تراست میکنه، به خودش و به سیستم، حتما موفق میشه. یعنی شکست واقعا توش معنی نداره. در واقع این مسیر، مسیری که پر از بنفیت و پر از برکت و همه چیزش قانونیه. در واقع خودمون اگر که حس خوبی داشته باشیم از کاری که داریم میکنیم، چرا که نه، واقعا آدم میاد جلوی دوربین صحبت میکنه در موردش با افتخار. خودتون راحت این جلوی دوربین؟ آره سمو سخت بود با یه جسم که انسان نیست و زنده نیستش آدم بخواد ارتباط برقرار کنه. خب اوائل خیلی سخت بود، ولی خب الان آشتی کردیم، مثلا انگار آی تو آی اصلا داریم صحبت میکنیم دیگه. آره چقدر جالب. من خیلی دوست دارم حالا ایشالا سفر اگر که اومدم ترکیه بیام دستپخت شما رو بخورم. عزیزم حتما، چرا که نه، خوشحالم میشیم با کمال میل. واقعا این سیستم بهمون اجازه داده که از سر و سر دنیا، یعنی هر جا که سفر کنی یکی هست. آره بتونی بری ببینیش از نزدیک از بچه های گروه. خیلی جالب. خود ترکان غذاشون خوشمزه است. آره خیلی. یه دونه جدیدن پیدا کردیم، باقلواس شکل همبرگر میزنن. بعد دیگه فکر کنید حالا کالریناش به کنار، یه حجم زیادی از باقلوا رو فکر کنید میخواید. فکر کنم شما صبونه های خوبی اونجا دارید، درسته؟ آره آره صبونه کامل. شیرینیجاتشون مثلا، من خیلی خامه ای دوست دارم، اینا خامه استفاده نمی کنن، خاک قند استفاده میکنن. آره خیلی شیرینه و خیلی هم چون آلرژی دارن، درصد بالایی از مردم اینجا آلرژی دارن، آلرژی غذایی، به خاطر همین اصلا بادوم و گردو و اینا نمیریزن توش. یه تیکه قند انگار داری میخوری. وای به ایرانی میخواد یه ذره. آره اینه که منم خودم همیشه تو خونه سعی میکنم خودم دست به کارشم، یه لایه موز بذارم، یه لایه نمیدونم بذارم. گفتگوی شیرینی بود. دقیقا لذت بردیم. فقط من یه نکته رو اضافه بکنم واسه کسایی که از ترکیه میخوان اقدام بکنن، فقط یه اقامت موقت اگر ترکیه داشته باشن، همون اقامت یک سالشون، همون اون کارت میتونه رجیستر کنن واسه این. واسه پرداختشم اگر که کردیت کارت داشته باشن، واسه هر بانکی فرق نمیکنه، میتونن که پرداخت بکنن. یعنی هیچ مشکلی نیست واسه اینکه از ترکیه بخوان رجیستر کنن. اجازه کارم نمیخواد، همون اقامت موقت اوکی هست. چون اینجا اجازه کار یه مقدار سخته، ممکنه که سوال خیلی ها باشه. این همین خودش یه پوینت مثبته که اجازه کار نمیخواد. آفرین، مرسی که گفتین. آره خیلی سوال زیاد میگیریم، به خصوص در مورد اینکه نوع کارتی که میخوان پرداخت کنن چجور کارتی باید باشه. مرسی که گفتین. اگر که اشکالی نداره میتونی بگی که خودت کدوم بانک حساب داری؟ از زراعت بانک، یعنی معتبره اینجا. مثلا حتی بخواییم ماشینم بخرید، با کردیت کارت زراعت بیشتر قبول میکنن تا بانکای دیگه. اگه حساب کلن ندارن زراعت باز کنن، اگه نشد مثلا برن سراغ بانکای دیگه. افرادی که حتی دانشجویی هم اونجا هستن میتونن وارد این بیزینس بشن، درسته؟ بله. مرسی که حضور پیدا کردین. خیلی خوش میکنم. مرسی از شما. به زودی تو ترکیه منتظرتونیم. بله. اتفاقا ما دو هفته دیگه داریم میریم جاتون خالی مکزیک. برنامه همون این بود که بیایم ترکیه دیگه، یه دفعه تصمیممون عوض کردیم. حالا ایشالله سری بعد خوش بگذره. غذای مکزیکی هم خیلی خوشمزه است. دوستای عزیزی هم که میخوان جوین بشن میتونن از طریق، اگر که ترکیه هستین، از طریق وبسایت سپید، نه راد، سپید اند راد وارد بشین. اگر که هر جای دیگه از دنیا هستین به غیر از ایران و افغانستان، لطفاً بازم فرقی نمی‌کنه، از طریق وبسایت بچه‌ها بتونین بخواین جوین بشین یا از طریق وبسایت من. در هر حال آدرس وبسایتمون رو می‌ذاریم. روزهای سه شنبه و پنج شنبه لایو ورکشاپ برگزار میشه ساعت 8 شب ایسترن تایم. میتونین تماشا بکنین یا تکرار لایو قبلی رو تماشا بکنین.
همینطور ما در واقع داریم یک ورکشاپ فارسی فقط مخصوص فارسی زبان ها آماده میکنیم که محمد داره زحمتش رو میکشه که همه چیز رو در واقع قبل از اینکه شروع بکنین بیزینس رو بدونین، بعدش میتونین وارد دوره آزمایشی بشین، این بیزینس رو پلناش رو بررسی بکنین، با کمپانی آشنا بشین و تصمیم بگیرین که آیا میخواین زندگیتون رو با این بیزینس عوض بکنین برای همیشه یا نه. از اینکه تماشا کردین ممنونم. خدافظی. خیلی خوشحال شدیم. خدافظ. روز خوبی داشته باشین. همچنین فعلا خدافظ.